کنید با تدریس فصل دو کتاب ریاضی و آمار دو، یعنی مبحث تابع از سال 11 رشته انسانی در خدمتتون هستیم. قراره کلی نکته، سوال، تست و مباحث رو به صورت کلی حتی مرور و یادآوری از سال 10 مبحث تابع رو براتون داشته باشم و بریم جلو به امید خدا که انشالله اتفاقات خیلی خیلی خوبی رخ بده. شروع بحث مربوط به تابع رو از سال 10 با یک تعریف داشته باشیم. تعریف تابع چی بود؟ تابع یه رابطه است، رابطه‌ای که از مجموعه آ به مجموعه بیه و چیدمانش به این صورته که هر عضو از A دقیقاً، ببین من تأکید میکنم، هر عضو از A دقیقاً فقط یک مقدار منحصر به فرد از B رو به خودش نسبت میده. یعنی چی آقای بهاری؟ بچه ها تابع دستگاهه، دستگاهی که یه ورودی داره، ورودیش ایکسه، یه سری اتفاقات روش رخ میده، من با F نمایش میدم، مخفف کلمه فانکشن. یه خروجی به ما میده، خروجی ما چیه؟ ایگرگه. یعنی من تو بحث مربوط به تابع ایکس رو به عنوان ورودی در نظر میگیرم، یا بهش میگم متغیر مستقل، متغیری که مستقل عمل میکنه، وارد دستگاه میشه، اولیه، مواد اولیه دستگاه ماست تو کارخونه تابع، یه سری اتفاقات روش رخ میده و به عنوان ایگرگ یا خروجی یا متغیر وابسته میاد بیرون. بچه ها تو بحث مربوط به تابع باید چند تا نکته رو تو ذهنتون داشته باشید. نکته اول چیه؟ همونطور که دیدید گفتم هر عضو از آ فقط یک مقدار منحصر به فرد از بی رو به خودش نسبت میده. یعنی چی آقای بهاری؟ ببین آقا یه کارخونه کمپوتسازی رو در نظر بگیر. شما وقتی که گلابی رو به دستگاه میدید کمپوت گلابی تحویل میگیرید. هیچ وقت اتفاق نمیفته که شما گلابی رو بدید به دستگاه، هم کمپوت سیب تحویل بگیرید هم کمپوت گلابی. قبول دارید دیگه؟ بله آقای بهاری، منطقیه. اینجا هم داستان ما به همین صورته. تو بحث مربوط به تابع ما یک ورودی مشخص داریم و بر اساس اون یک خروجی مشخص خواهیم داشت. مثلا ایکس رو بدیم 3، قطعا ایگرگمون اگر 5 باشه، ما 1000 بار دیگه هم به ایکس بدیم 3، ایگرگمون چنده؟ 5. پس تو بحث مربوط به تابع من گفتم ورودیمون مشخصه، خروجیمون هم مشخصه. ورودی ما مثلا اگر 3 باشه، خروجی ما 5. حالا شما میگید آقای بهاری ایکسمون 3 باشه، ایگرگمون 5 باشه، یعنی ایکسمون 3 باشه، ایگرگمون 7 نمیشه؟ خیر، من تو تعریف تابع اینجوری میگم، میگم آقا ایکس تکراری ممنوع. یعنی چی ایکس تکراری ممنوع؟ ایکس تکلیفش مشخص شده. ایکس تکلیفش مشخص شده، ایکس تکراری نیست. یه ایکس مشخص یه ایگرگ مشخص رو میده، پس ایکس تکراریمون باید ممنوع باشه. حالا شما میگید اگر ایکس تکراری باشد چه اتفاقی میفته؟ میگم اما اگر ایکس تکراری باشد ایگرگ هم تکراری خواهد بود، اما اگر ایکس تکراری باشد ایگرگ هم تکراری خواهد بود. یعنی شما یک بار ایکس رو گذاشتید 3، ایگرگ شد 5، دیگه ایکس رو 3 نذار. آقا چرا ایکس رو 3 نذاریم؟ اگر تو ایکس رو بذاری 3، قطعا ایگرگت جز 5 به دست نمیاد. یعنی هر بار ایکس رو تکرار کنی ایگرگت هم همزمان باشیه تکراریه. یه توضیحی بدم راجع متغیر مستقل و متغیر وابسته. یا ما به ایکس میگیم مؤلفه اول، یه لفظ دیگه یکی از پارسال یادمون هست، به ایگرگ میگیم مؤلفه دوم. بچه ها متغیر مستقل و وابسته، همه تون مساحت دایره رو بلدید. مساحت دایره میشه عدد پی ضرب در شعاع به توان 2، پی آر به توان 2. متغیر گفتم یعنی چیزی که تغییر میکنه، پی که تغییر نمیکنه، 3.14 عدد مشخصیه، تغییر نمیکنه. یا اس تغییر میکنه یا آر تغییر میکنه. حالا چیدمانش به چه صورتیه؟ اس داستانش به این صورته که شما وقتی میخواید مساحت رو به دست بیارید از چه راهی پیش میرید؟ شعاع بهتون داده میشه، بر اساس جایگذاری شعاع مساحت رو به دست میاری. یعنی مساحت وابسته به شعاعه. شعاعتون 2 باشه مثلا مساحت میشه 6، شعاعتون 10 باشه مثلا مساحت میشه 20. یعنی میبینی همزمان با افزایش شعاع مساحت هم میره بالا و بالعکس. پس من تو اینجور سوالات اگر بخوام متغیر مستقل و وابسته رو همچون ایکس و ایگرگ بهتون بگم، الان ایگرگ وابسته به ایکس، وابسته به ورودیشه. اینجا هم داستان همینه. آر میشه چی؟ متغیر مستقل، عددی که مستقل ما برای شعاع به کار میبندیم. اس میشه چی؟ متغیر وابسته، یعنی عددی که بر اساس اون ما مساحت رو به دست میاریم. ببین عدد آر جایگزین میشه، عدد اس داده میشه.
میبینی؟ الان اس وابسته به چیه؟ آره، پس آر مستقل، اس وابسته است. خیلی خوب. انواع نمایش تابه. ما 5 نوع نمایش تابه داریم. 5 نوع نمایش تابه رو بهتون یاد خواهیم داد و مرور میکنیم از سال دهم. اولیش زوج مرتب. بچه ها زوج مرتب اسمش روشه، زوج مرتب. زوج یعنی چندتایی؟ یعنی دوتایی. مرتب یعنی چی؟ یعنی دارای ترتیب. ببینید عزیزان، زوج مرتب چیدمانش به این صورته: A ویرگول B. تو بحث مربوط به زوج مرتب اتفاقی که میفته اینه، اسمش روشه زوج مرتب، دوتایی مرتب دارای ترتیب. چجوریه ترتیبشون؟ A، قشنگ دقت کن، A میشه مؤلفه اول یا همون X. وقتی ویرگول میذاریم یعنی مؤلفه اول و دوم داریم از هم جدا میکنیم. B میشه مؤلفه دوم، مؤلفه دوم یا Y. پس مؤلفه اول X، مؤلفه دوم چیه بچه ها؟ Y. ببین میگیم زوج مرتب. چرا میگیم مرتب؟ چون ترتیب داره. یعنی شما جای x و y رو اگر عوض کنید قبول نیست. یعنی ما تو زوج مرتب خاصیت جابجایی نداریم. به خاطر همین میگیم اول مؤلفه اول x، بعدش مؤلفه دوم یا y. جاشون رو با هم عوض کنیم قابل قبول بگو نیست. حالا یه چیزی بهت بگم برای اینکه بهتر متوجه شی. داشته باش. مثلا من x رو میذارم 1، y رو میذارم 2. این یه نقطه. حالا بالعکسش رو داشته باش، x رو میذارم 2، y رو میذارم 1 و 2. ببین زوج مرتبش رو میخوام بنویسم، x هم 1، y 2. برعکس، x هم 2، y 1. یه سال، 1 و 2 با 2 و 1 با هم برابرن؟ خیر، برابر نیستن. پس ما تو زوج مرتب خاصیت جابجایی نداریم. به خاطر همین میگیم ترتیب داره. حالا تو میگی آقای بهاری، یعنی هیچ وقت زوج مرتب ها با هم برابر نمیشن؟ میگم چرا؟ شرط داره. شرط تساوی دو زوج مرتب چیه؟ زمانی که دو تا زوج مرتب بخوان با هم مساوی باشن، حتماً اگر زوج مرتب A و B، زوج مرتب C و D بخوان با هم برابر باشن، مؤلفه های اول باید با هم برابر باشن. A و C باید با هم برابر باشن. مؤلفه های دوم باید با هم برابر باشن. B و D هم باید با هم برابر باشن. پس مؤلفه های اول با هم برابر، مؤلفه های دوم هم با هم برابر. حواست باشه. مثال رو نگاه کن. اگر دو زوج مرتبه، بنویسم زوج مرتب 3A منهای B و 8 برابر باشه با زوج مرتب 7 و 2A به علاوه B. میبینی این ویرگوله مؤلفه اول و دوم از هم جدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما مؤلفه اولتون 3A منهای Bه، مؤلفه دومتون چنده؟ 8ه. مؤلفه اولتون 7ه، مؤلفه دومتون چیه؟ 2A به علاوه Bه. حالا من چیکار میکنم؟ میگم این دوتا مگه با هم مساوی نیستن؟ پس مؤلفه های اول رو با هم برابر قرار میدم. یعنی 3A منهای B رو برابر چند قرار میدم؟ برابر 7 قرار میدم. مؤلفه های دومم با هم برابر قرار میدم، یعنی 2A به علاوه B رو مساوی چند قرار میدم؟ مساوی 8 قرار میدم. ای چه جالب شد دستگاه دو معادله دو مجهول. حالا که شد دستگاه دو معادله دو مجهول، ببین منفی B با مثبت B اگر با هم جمع کنم از بین میره. 3A با 2A میشه 5A، 7 و 8 میشه 15. طرفین رو تقسیم بر 5 کن، 15 تقسیم بر 5 میشه 3. یعنی آمون چنده؟ 3. آ 3. پس من میام اینجا به جای آ میذارم 3. 2 ضرب در 3 به علاوه B برابر است با 8. 2 3 تا 6 تا 6 رو میبرم اون ور، 8 منهای 6 میشه 2. پس بیمونم میشه چند؟ 2. سوال ازم چی رو خواسته؟ آ منهای B رو خواسته. خب آ 3 منهای بیمون چنده؟ 2. 3 منهای 2 حاصلش برابر است با چند؟ 3 منهای 2 برابر است با 1. به همین راحتی. مثال بعدی رو ببین. باز دوباره مثال حل کنیم از بحث زوج مرتب. اگر رابطه F بیانگر یک تابع باشد، رابطه F شامل مجموعه ای از زوج مرتب هاست، شامل مجموعه ای از زوج مرتب هاست. زوج مرتب اولی 5 و 7، زوج مرتب دومی 9 و 2A منهای 6، 8، 11، 9 و 4. گفتم آقا این F باید تابع باشه. تو سری نگاه میکنی میگی این تابع نیست. میگم چرا؟ میگی آقای بهاری X مون 9ه،
ایکسمون 9، یعنی مؤلفه اول تکرار شده. گفتم ایکس هم نباید تکرار شده باشه. تو حالا برمیگردی میگی اب نداره، برای اینکه این تابع باشه، چون ایکسمون تکراری شده ایگرگمون هم باید تکراری باشه. یعنی چی ایگرگمون تکراری باشه؟ ایگرگ چنده؟ 4. ایگرگ چنده؟ دوای منهای 6. دوای منهای 6 برابر است با چند؟ 4. دوای منهای 6 برابر است با 4. منفی 6 رو میبرم اون بر 2 میشه 4 به علاوه 6، 4 به علاوه 6 میشه 10. طرفین رو تقسیم بر 2 کن، آ میشه چند؟ 5. پس ببین چون مؤلفه اول تکراری بود، مؤلفه دوم هم باید تکراری باشه، یعنی دوای منهای 6 میشه چند؟ 4. خیلی خوب. اما توی صفحه بعد شماره 2 نمایش تابع، نمودار پیکانی یا ملقب هست به نمودار ون. نمودار ون دو تا منحنی بسته روبروی هم هستند. نمودار ون دو تا منحنی بسته روبروی هم هستند که از یکی پیکان خارج میشه. اونی که پیکان ازش خارج میشه، مؤلفه های اول آخرش شیده شده. به یه دونه از منحنی ها پیکان وارد میشه. اونی که پیکان بهش وارد میشه، مؤلفه های دوم داخلش شیده شده. نگاه کن، الان مؤلفه های اول من 3-4 رادیکال 2-5-7-8. یعنی من بخوام این تابع F که ما میدونیم تابع رو با حروف کوچیک لاتین نمایش میدیم، بخوام تابع رو بر حسب مجموعه ای از زوج مرتب ها، باز تاکید میکنم مجموعه ای از زوج مرتب ها بخوام نمایش بدم، چیدمانش اینه: x 3 y 6 5. x 3 y 6 5. x 4 y 6 7. x 4 y 6 7. دیگه x رادیکال 2 y 6 8. رادیکال 2 و 8. می‌بینی؟ نمایش بحث مربوط به نمودار ون و ربطی که به زوج مرتب داره. شرط داره برای تابع بودنش، همونطور که نمودار ون توی ببخشید بحث زوج مرتب با شرط داشتیم، نمودار ون هم شرط داره برای تابع بودن. شرط اول، از هر مؤلفه اول فقط یک پیکان باید خارج شه. نگاه کن، اگر شما یه نمودار ون داشته باشید، مثلا 3 خورده به 7، 3 بخوره به 8، این تابع نیست. چرا؟ مؤلفه اول 3 خورده به 7، 3 خورده به 8 نیست آقا. از هر مؤلفه اول فقط باید یه پیکان، ببینید فقط هم خیلی مهمه. شرط دوم، مؤلفه اول بیکار ممنوع. یعنی شما یه نمودار ون رو روبروی نمودار ون دیگه ای قرار دادی، میای چی برمیگردی میگی؟ میگی از 3 بخوره به 8، از 9 بخوره به 4، منفی 3. مگه میشه ما دستگاهی داشته باشیم که ورودیش مشخص باشه ولی خروجی نداشته باشه؟ نه، امکان نداره. مثال رو نگاه کن، اگر نمودار زیر بیانگر یک تابع باشد، مقادیر A و B را مشخص کنید. خودش میگه این نمودار ما تابع است. بیانگر یک تابع باشد یعنی چی؟ یعنی نمودار ما تابع است. حالا نگاه کن، از 5 خورده به 7، از 5 خورده به دوهای منهای 1. آقا از 5 دو تا پیکان خارج شده، الان سری ذهنیتت اینه تابع نیست. نه، تابع هست، خود سوال گفته. چی کار باید بکنم تا تابع باشه؟ ببین نگاه کن، از 5 خورده به 7، از 5 خورده به دوهای منهای 1، دوهای منهای 1 رو برابر چند قرار میدم؟ دوهای منهای 1 رو برابر 7 قرار میدم. چرا؟ چون مؤلفه اول تکراریه، مؤلفه دوم هم باید تکراری باشه. دوهای منهای 1 و 7 رو با هم برابر قرار میدم، منفی 1 میره اون بر، دو میشه 7 به علاوه 1، 7 به علاوه 1 میشه 8. طرفین رو تقسیم بر 2 میکنم، آ میشه چند؟ 4. پس ببین، از 5 خورده به 7، از 5 خورده به دوهای منهای 1، مؤلفه اول تکراریه، پس مؤلفه دوم هم باید تکراری باشه. حواسمون باید باشه. حالا دقت کن، از 3 خورده به 9 اوکی، از منفی 2 به 8 اوکی، مشکل ندارم. میگم مؤلفه اول من 3، منفی 2 مشکل ندارم. آ منهای 1، آ رو چند دست آوردم؟ 4. به جای آ میذارم 4. 4 منهای 1 میشه 3. از 3 خورده به 9، از 3 خورده به 4 بی منهای 11، 9 4 بی منهای 11، یعنی 4 بی منهای 11 رو مساوی چند قرار میدم؟ مساوی 9 قرار میدم. منفی 11 رو میبرم و میشه مثبت 11. 11 به علاوه 9 میشه 20. طرفین رو تقسیم بر 4 میکنم، بی میشه چند؟ 5. پس نگاه کن، آ رو 4 به دست آوردم بر اساس این داستان که از 5 دو تا پیکان خارج شده بود. سوال گفته این رابطه باید تابع باشه.
ما میگیم چون مؤلفه اول تکراریه، مؤلفه دوم هم باید تکراری باشه، یعنی هفت و دوهای منهای یک با هم برابرن. حالا اومدم آ رو چهار به دست آوردم، به جای آ گذاشتم چهار، چهار منهای یک میشه سه، از سه خورده به چهار بی منهای یازده، چهار بی منهای یازده و نه رو با هم برابر قرار دادم. چون دوباره مؤلفه اولم تکراری بود دیگه، دیدی سه به نه، سه به چهار بی منهای یازده. خب سومین نمایش که نمایش بسیار ساده ای هست، نمایش جدولیه. توی نمایش جدولی تابع قسمت بالای جدول مؤلفه های اول یا x قرار میگیره، قسمت پایین جدول مؤلفه های دوم یا y قرار میگیره. چرا جدول اول تابع نیست؟ چون منفی 2 خورده به 7، 9 خورده به 8، 9 خورده به 4. مؤلفه اول 9، مؤلفه اول تکراریه، ولی مؤلفه دوم تکراری نیست. چون مؤلفه دوم تکراری نیست پس تابع هم نیست. چون مؤلفه دوم تکراری نیست پس تابع هم نیست. حواست باشه. ولی بعدی چرا تابع است؟ دقت کن. بعدی برای این تابع است که از 17 خورده به 5، از منفی 3 به 4، 5 به 12. ببین اینو ساده کن. رادیکال 9 میشه 3، یه منفی پشتش میشه منفی 3. از منفی 3 خورده به 4، از منفی 3 خورده به 4. مؤلفه اول تکراری، مؤلفه اول تکراری. مشکلی داره؟ نه. چون مؤلفه های دوم هم تکراریه. منفی 3 4، منفی 3 4. به همین راحتی. خب. میرم سراغ حالت بعدی ببینم چه اتفاقی رقم میخوره. تو بحث مربوط به نمایش شماره 4ی که خواهیم داشت، دقت کنید لطفا، نمایش نموداری رو میخواییم بحث کنیم. آقا تو نمایش نموداری ما دو تا حالت داریم که تابه رو میتونیم به صورت نقطه نمایش بدیم یا به صورت محدوده، و بر اساس اون خب بالاخره بحث دامنه و برد و اینا به وجود میاد که من بحث دامنه و اتفاقاتی که میفته رو توی اعمال روی توابع راجبش صحبت کردم، یعنی سال دهم یه مروری کردیم، اینجا هم یه مروری راجبش داشتیم. دقت کنید تو نمایش نموداری یا میتونه به صورت مختصات نمایش بده، نقطه نقطه نقطه، که حواست باشه ما با دایره تو خالی کار نداریم، اصلا دایره تو خالی برای ما مهم نیست. یا میتونه به صورت نگاه نموداری نمایش بده، نمودار سهمی یا آیتم‌های مشابه. چه اتفاقی میفته؟ تو نمایش نموداری شرط تابع بودن اینه که اگر خطوط موازی با محور ایگرگ رسم کنیم، حد اکثر یعنی وقتی من میگم حد اکثر در یک نقطه قطع کنه، یعنی یا در یک نقطه قطع کنه یا اصلا قطع نکنه. ببین الان من خطوط موازی با محور ایگرگ رسم میکنم، این خط من توی نقطه قطع کرد. خطوط موازی با محور ایگرگ رسم میکنم، این خط من توی نقطه قطع کرد. خطوط موازی با محور ایگرگ رسم میکنم، این خط من توی نقطه. حالا همینجوری میبینی من گفتم دایره توخالی رو کار نداریم، یا قطع نمیکنه یا اگر قطع کرد توی نقطه قطع میکنه، پس تابع هست. اما اینجا رو نگاه کن، وقتی شما خطوط موازی با محور ایگرگ رسم کنید تو چند تا نقطه بچه‌ها داره قطع میکنه؟ دو نقطه. چون در دو نقطه قطع میکنه تابع نیست. حالا بعدیو داشته باش، ما باز دوباره بیایم بحث رو در پیش بگیریم، میبینیم خطوط موازی با محور ایگرگ من داره در یک نقطه قطع میکنه، پس تابع هست. دقت کردی چی شد؟ هست نیست هست. اینا از اینجای ماجرا. و اما شرط پنجم، نوع پنجم نمایش تابع من، توی نمایش ضابطه ای چیدمانش ببین به این صورته: ایگرگ برابر است با اف ایکس. من تعبیر کنم داستان چیه. یه طرف داستان اینه، اتفاقاتی که روی ایکس میفته، یعنی ما تو تابع اف وقتی ایکس رو جایگذاری میکنیم، مقداری که بر اساس جایگذاری ایکس به دست میاد ایگرگ. ایگرگ برابر است با اف ایکس. یه طرف دیگه داستان هم میتونیم اینجوری بگیم، شما مثلا پارسال ایگرگ مساوی آی ایکس به علاوه بی رو میگفتید معادله خط. حالا من ایگرگ رو برمیدارم به جاش اف ایکس میذارم، اف ایکس مساوی آی ایکس به علاوه بی میشه تابع خطی. یه طرف دیگه داستانه، ولی ما همون حالت اول رو در نظر میگیریم که میگیم آقا تو تابع اف بر اساس جایگذاری ایکس مقداری که برای ما به دست میاد ایگرگ ما هستش، پس ایگرگ برابر است با اف ایکس. محدوده اف رو چجوری تعریف میکنیم؟ میگیم اف از آ به بیه. یعنی چی؟ یعنی آ یا دامنه رو جایگذاری میکنم
بی یا برد و تحویل میگیرم. چیدمانم به این صورت دیگه، دامنه جایگذاری میشه، برد تحویل میگیری. دامنه چیه ماست؟ ایکس ماست. ایکس رو جایگذاری میکنم، برد رو تحویل میگیرم. برد چیه ماست؟ ایگرگ ماست. پس نگاه کنید، من اگر بخوام دامنه رو بر اساس آیتمایی که گفتم تعریف بکنم، اولین تعریف من اینه، دامنه تغییرات ایکس، برد تغییرات ایگرگ. ما دامنه رو با دی اف نمایش میدیم، مخفف دومین آف فانکشن، دی اف. حالا اگر تابعتون مثلا تابع جی بود مینویسیم دی جی، چه میدونم تابعتون تابع اچ بود دی اچ. تغییرات مؤلفه اول هم که بهش میگن دیگه، وقتی تغییرات ایکس باشه تغییرات مؤلفه اول هم میگن. برد رو با آر اف نمایش میدیم، مخفف رنج آف فانکشن. و تغییرات مؤلفه دوم هم بهش خواهیم گفت. این تا اینجای داستان. حالا بازم ضابطه جبری هم شرط داره ها. شرط تابع بودن ضابطه جبری دو تاست. اولا ایگرگ داخل قدر مطلق نباشد. بچه ها زمانی که ایگرگ داخل قدر مطلق، ببین ایکس رو نگفتم ها، ایگرگ داخل قدر مطلق باشه تو نمایش ضابطه ای تابع نیست. شرط دوم توان ایگرگ زوج نباشد، که اگر توان ایگرگ زوج باشم تابع نیست. ایکس به توان دو به علاوه ایگرگ به توان دو میشه چی؟ معادله دایره است. بالا هم که بهتون گفتم دایره، چون خطوط موازی با محور ایگرگ رسم کنم تو دو نقطه قطع میکنه، تابع نیست. حواستون لطفا باشه. حالا بریم ببینیم چه مثال هایی میشه توی این بحث داشت. مثال اول، تابع اف به هر عضو از دامنش نصف مربع خودش به علاوه 3 را نسبت میدهد. دوباره می نویسم، تابع f، f x برابر است با، به هر عضو از دامنش، هر عضو از دامنش منظورش چیه؟ x. نصف مربع خودش، نصف مربع خودش، یعنی اول x رو مربع کن، وقتی مربع کردی نصف کن، نصف مربع خودش به علاوه 3. ببین مربع کن ایکس رو، نصف کن، به علاوه 3 کن. اگر دامنه این تابع رادیکال 6 منفی 1 0 باشد، برد تابع رو به دست آورید. آقا دامنه رو گفته دامنه یه بار رادیکال 6ه. دامنه یعنی ایکس، یعنی ایکستون یه بار رادیکال 6ه. منفی 1ه، ایکستون منفی 1ه. 0 ایکستون 0ه. پس وقتی دامنه رو میده بهت، یعنی انگار ایکس رو بهت داده، یعنی تو بیا ایکس رو جایگزین کن، بر اساس ایکس مقدار به دست بیار. مقدار یعنی ایگرگ. وقتی بهت میگه مقدار یعنی ایگرگ، مقدار تابع رو به دست بیارید. برد تابع یعنی مقدار تابع اف بر اساس ایکس هایی که مشخص شده. ساده ترش رو بخوام بگم، می نویسم اف رادیکال 6 برابر است با رادیکال 6 به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه 3. رادیکال 6 به توان 2 6، 6 تقسیم بر 2 3، 3 و 3 جمعش میشه 9. این اولی. اف منفی 1 رو باید حساب کنم، میشه چی؟ منفی 1 به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه 3. نگاه کن، دامنم یکی از عضواش منفی 1 بود. اف منفی 1 یعنی منفی 1 به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه 3. منفی 1 به توان 2 میشه 1 دوم به علاوه 3، که اگر مخرج مشترک بگیرم با هم جمع کنم حاصل میشه چند؟ 7 دوم. حاصل میشه 7 دوم. و x مساوی 0، f 0 برابر است با 0 به توان 2 تقسیم بر 2 به علاوه 3. 0 تقسیم بر 2 میشه 0، 0 به علاوه 3 میشه 3. حالا میرم سراغ به دست آوردن برد تابع f. برد تابع f میشه چیا؟ ایگرگاش، ایگرگاش چیاست؟ 9 7 دوم 3. 9 7 دوم مثبت 3. مثال بعدی، میگه آقا F چیه؟ F تابع خطیه که دامنش رو ما به شما اعلام کردیم، بردش هم اعلام کردیم، ضابطه شو بنویسید. اولا تابع خطی از پارسال یادته، تابع خطی یعنی Fx مساویه Ax به علاوه B. تابع خطی یعنی Fx مساویه Ax به علاوه B. دامنش منفی 6 0 2. من این نمودار ول میکشم، دامنه رو میچینم، منفی 6 0 2. بردش چیه؟ منفی 24 0 8، منفی 24 0 8 b. گفته ضابطه شو بنویسید. بچه ما میخوام ضابطه رو بنویسم، خب از دامنه به برد وصل میشه دیگه، میتونم جایگذاری انجام بدم. یعنی چی؟
یه بار به جای x بذارم مثلا منفی 6 و منفی 24، 2 و 8، 0 و 0، یه کدومش رو بذارم یه نقطه دیگه هم بر اساس این بسازم. چه جوری؟ مثلا من میگم یه نقطه رو میذارم 0 و 0، یه نقطه رو میذارم 2 و 8، جایگذاری میکنم. به جای fx که همون y میذارم 0، به جای x هم میذارم 0 به علاوه b. آذر در 0 میشه 0، 0 به علاوه b میشه b، b برابر است با 0، b برابر است با چند؟ 0. یه بار دیگه، به جای x میذارم 2، به جای y میذارم 8، به جای y میذارم 8، به جای x میذارم 2. میبینی آذر در 2 به علاوه b. خب آقا مگه من نگفتم b صفره؟ بر اساس صفر این صفر میره. 2 ضرب در a برابر است با 8. 2 ضرب در چند میشه 8؟ 4. پس a برابر است با 4. حالا تو تابع خطی جایگزین میکنم. fx برابر است با ax، a 4ه. 4x b صفره. یعنی fx برابر است با 4x. x های ما 4 برابر میشن، منفی 6 میشه منفی 24، 2 میشه 8، 0 میشه 0. 4 برابر میشن x ها و y ها به دست میاد. حواستون لطفا باشه. خب حالا توی بحث بعدیمون ببینید ما میخوایم چی کار کنیم. اگر در تابع f داشته باشیم، fx مساوی 3x منهای 1، دامنه رو به ما گفته، گفته دامنه تاب، نه برد رو به ما گفته، درسته؟ آقای بریا کجا فهمیدی؟ اولا اینکه دامنه رو ازم خواسته، اصلا اینو نمیگفت. از a اومده خورده به 2 4 11، گفتم از چی به چیه؟ آها، از دامنه به برده، یعنی دامنه رو نداده، برد رو داده. یعنی چی؟ یعنی ایگرگ رو داده. آقا fx همون ایگرگه. ایگرگ برابر است با 3x منهای 1، برد رو داده. یعنی یه بار ایگرگ منو گفته بذار 2، یه بار ایگرگ منو بذار 4، یه بار ایگرگ منو بذار 11. پس زمانی که دامنه میده x ها رو جایگزین میکنم، جواب به دست میاد. زمانی که برد میده ایگرگ رو جایگزین میکنم، ایکس یا دامنه به دست میادش. پس تشخیصش هم متوجهش. به جای ایگرگ میذارم 2، 2 برابر است با 3x منهای 1. یه بار به جای ایگرگ میذارم 4، 4 برابر است با 3x منهای 1. یه بارم به جای ایکس میذارم 11، 11 هم برابر است با 3x منهای 1. حلش کن. منفی 1 بیاد اینور، 2 به علاوه 1 میشه 3. 3 برابر است با 3x. طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، x میشه 1. دوباره منفی 1 میادیم بر 4 به علاوه 1 میشه 5، برابر است با 3x. طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، x میشه 5 سوم. منفی 1 رو میدم اینور، 11 به علاوه 1 میشه 12، 12 برابر است با 3x. طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، x میشه 4. حالا دامنه تابع f رو مینویسم. دامنه تابع f برابر است با 1 5 سوم 4 اینم از دامنه و ایکسایی که به دست اومد. تست یک چی گفته؟ گفته اگر تابع داده شده در جدول زیر را با یک ضابطه بتوان نمایش داد، مقدار آ کدام است؟ خب من یه توصیه بهتون بکنم. اینجا به ما گفته ضابطه بنویسید. باز هم دوباره داریم بحث مربوط به دهم رو تکرار میکنم. ببین رابطه بین x و y رو باید به دست بیاری. چجوری؟ خب دیدی اون بالایی fx شد 4x دیگه، یعنی x ها 4 برابر شدن، y ها به دست اومدن دیگه. اینجا ببین 0 شده 1. خب 0 ضرب در به علاوه 1، بعدیش هم پس باید به علاوه 1 باشه، 3 به علاوه 1 نمیشه 28. ضرب هم کنی جواب نمیده. یه رابطه ای رو بهت بگم تو ذهنت داشته باش. فاصله بین ایگرگات اگه یه دفعه دیدی زیاد شد، برو تو توان. ببین 1 شده 28، 28 شده 65، 27 تا اضافه شده، همینجوری 37 تا، همینجوری رفته بالا. وقتی دیدی فاصله بین ایگرگات زیاد شده، برو تو بحث مربوط به توان. چجوری؟ 0 1 3 28 3 چجوری شده 28؟ 3 به توان 3 به علاوه 1. 3 به توان 3 میشه 27 دیگه. تو به توان 2 برسونی جواب نمیده. 3 به توان 2 9، 9 به علاوه 1 میشه 10. نه، 3 به توان 3 27، 27 به علاوه 1 28. بعدی 4 به توان 3 میشه 64، 64 به علاوه 1 65. آی به علاوه 2 هم به توان 3 رسیده، به علاوه 1 شده، پس که 217 به دست اومده. پس نگاه کن،
سه به توان سه رسید، با یک جمع شد 28 به دست اومد. صفر به توان سه رسید، با یک جمع شد 1 به دست اومد. راه تشخیصش با خودت ها، گفتم فقط نگاه به ایگرگاش کن، فاصله بین ایگرگا دیدی یه دفعه زیاد شد، ذهنت سریع بره سراغ توان. حالا یک رو میبرم اونور، آ به علاوه 2 به توان 3 برابر است با 217 منهای 1 میشه 216. چه عددی به توان 3 میشه 216؟ باید حفظ باشی. 6 به توان 3 میشه 216. پس آی به علاوه 2 برابر است با 6. 6 2 میاد اونور، 6 منهای 2 میشه 4. آ میشه 4. کدوم گزینه؟ گزینه شماره 3. تست 2. اگر نمایش زوج مرتبیه تابع F به صورت F مساویه 2 5 6 و 8 7 و 2 باشد، در این صورت F6، F6 میدونی یعنی چی؟ یعنی تو تابع F اگر Xمون 6 باشه Yمون چنده؟ 8. اینو خوب یاد بگیرا، ما بعدا تو اعمال رو توابع خیلی باش کار داریم. F7 یعنی تو تابع F اگر Xمون 7 باشه Yمون چنده؟ 2. حالا پایین F، F7 ببین چجوری مینویسمش، F F7 رو. F7 یعنی تو تابع F اگر Xمون 7 باشه Yمون چنده؟ 2. F2 تو تابع F اگر Xمون 2 باشه Yمون چنده؟ 5. F F7 یعنی اول F7 رو به دست بیار، حالا بر اساس اون بیا F اون عدد رو به دست بیار. F F7 میشه 5. 8 به علاوه 2 10 به روی 5. 10 تقسیم بر 5 میشه 2. کدوم گزینه؟ گزینه شماره 2. خب بریم سراغ تست 3، ببینیم تست 3 چی گفته به ما. تست 3، اگر fx مساوی x به توان 2 و علاوه ax و علاوه b باشد و f1 مساوی 1، f منفی 1 مساوی منفی 1، در این صورت a منهای b کدام است؟ خب آقا جان دقت کن، f1 مساوی 1 یعنی چی؟ میگه تو تابع f به جای x بذار 1. f1 یعنی به جای x بذار 1. f1 برابر است با 1 به توان 2 به علاوه A ضرب در 1 به علاوه B. F منفی 1 یعنی چی؟ تو تابع F به جای X بذار منفی 1. منفی 1 به توان 2 به علاوه A ضرب در منفی 1 به علاوه B. آقا جان مقدار F1 رو که من دارم، F1 چنده؟ 1. اینها خودش گفته، گفته F1 1. پس من به جای F1 گذاشتم 1. 1 به توان 2 1، A ضرب در 1 A به علاوه B. یک و یک با هم میره، آ به علاوه بی میشه صفر، آ به علاوه بی میشه چند؟ صفر. این از اول. بعدی رو نگاه کن، اف منفی یک هم که خودش گفته منفی یک، منفی یک به توان دو میشه یک، آ ضرب در منفی یک میشه منفی آ به علاوه بی. یک میاد این بر میشه منفی یک، با منفی یک جمع میشه میشه منفی دو. منفی دو برابر است با منفی آ به علاوه بی. ای چه جالب، دستگاه دو معادله دو مشهور با هم جمعش میکنیم. صفر با منفی دو جمع بشه میشه منفی دو. آ با منفی آ جمع بشه میشه صفر. بی و بی با هم جمع بشه میشه دو بی. طرف این رو تقسیم بر دو کن، منفی دو تقسیم بر دو میشه منفی یک. بی برابر است با منفی یک. حالا بی شده منفی یک، بیا اینجا به جای بی بذار منفی یک. صفر برابر است با آ به علاوه منفی یک. منفی یک رو میارم این بر میشه یک، یعنی آ میشه چند؟ یک. خب حالا بیا جایگزین کن. البته خب نخواسته جایگزینی رو، آی منهای بی رو خواسته، پس من سریع به دست بیارم. آ چنده؟ یک. منهای بی چند شد؟ منفی یک. منفی پشت منفی مثبت. یک به علاوه یک میشه دو. کدوم گزینه درسته؟ گزینه چهار، عدد دو شد. تو بحث مربوط به انواع دامنه توابع ما سه نوع دامنه رو بررسی کنیم. بچه اگر از ما دامنه توابع چند جمله ای رو بخواد، چند جمله یعنی چند تا یک جمله ای، یعنی متغیر تو مخرج نیست، متغیر زیر رادیکال نیست، این حرفا میدونید چیه داستان. دامنه توابع چند جمله ای همیشه برابر آر هستش، یعنی دامنه اف برابر میشه با چی؟ آر. مثال اف ایکس برابر است با 2x به توان 3 منهای 3x به توان 2 به علاوه 5. نگاه، 3 تا یک جمله ای با هم جمع یا تفریق شدن، به قول خودمون چند جمله ای دیگه، دامنه شون میشه چی؟ آر. اصلا دامنه نمیگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ آقا دامنه یعنی x هایی که برای ما قابل قبولن، میتونیم استفاده کنیم. ما تو بحث مربوط به دامنه توابع چند جمله یا خطی و اینا، دامنمون آره، یعنی هر چیزی دلمون بخواد به جای x میتونیم بذاریم، مشکلی نداریم. اما مثلا من بخوام دامنه توابع گویا یا کسری رو بیام بررسی کنم، داستان اینه، دامنش میشه r منهای ریشه های مخرج.
دامنش میشه R منهای ریشه های مخرج. یعنی چی؟ یعنی از R ریشه های مخرج رو بردار. تمام اعداد قابل قبولن بجز ریشه های مخرج. تمام اعداد قابل قبولن بجز ریشه های مخرج. ببین حالا مثلا مثال اول نگاه، fx مساوی 1 به روی x منهای 3 کسریه، مخرجت نباید صفر باشه، چون اگر مخرج صفر بشه قابل قبول نیست. پس من میام مخرج مساوی صفر میذارم، ببینم چه عددی مخرجم رو صفر میکنه. همه اعداد قابل قبولن بجز عددی که توی کسری ها مخرج رو صفر کنه. x منهای 3 مساوی صفر، x برابر است با 3. دامنه من توی این حالت میشه r منهای عدد 3. r منهای عدد 3. حالا یکی مخرجم رو مساوی صفر قرار میدم، یعنی x به توان 2 منهای 6 x منهای 7 رو مساوی صفر قرار میدم. x x دو عدد میخواهم که جمعش منفی 6 ضربش منفی 7 بشه. منفی 7 مثبت 1، جمعش منفی 6 ضربش منفی 7. اگر x منهای 7 رو بذارم صفر x میشه 7، اگر x به علاوه 1 رو بذارم صفر x میشه منفی 1. حالا میخوام دامنه g رو حساب کنم. دامنه جی میشه آر منهای ریشه های مخرج، یعنی عددی که مخرج رو صفر میکنه. ریشه مخرج یعنی عددی که مخرج رو صفر میکنه. آر منهای 7 و منفی 1. تاکید میکنم اگر یه موقع مثلا ریشه های مخرج رو هم دادن بهت، جایگذاری تو مخرج یادت نره که بدونی مخرج رو چیکار میکنن، صفر میکنن. 7 و منفی 1. اما توی توابع رادیکالی ما دو حالتش میکنیم. فرج زوج باشه رادیکالمون فرج فرد. اون رادیکالایی که فرج زوجه حواستون باشه زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی صفر باشه. منفی زیر رادیکال با فرج زوج قرار آقا نمیگیره. یعنی مثلا من رادیکال منفی 4 ندارم که دارم؟ نه. پس زیر رادیکالی که با فرج زوج هست حتما باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. نگاه کن الان جی ایکس برابر است با ریشه 2 نم اف ایکس، ایکس هایی که اف ایکس بزرگتر مساوی صفر باشه. مثال نگاه کن، رادیکال 3 ایکس منهای 18 3 ایکس منهای 18 رو بزرگتر مساوی صفر قرار میدم. منفی 18 میره اون و 3 ایکس بزرگتر مساوی 18 میشه. طرفین رو تقسیم بر 3 کن میشه ایکس های بزرگتر مساوی 6. فرجه وقتی نداره یعنی فرجه 2 ها. ببین فرجه نداره یعنی فرجه 2. دامنه رو از من خواسته، دامنه یعنی ایکس هم رو جوری قرار بدم که زیر رادیکال مثبت یا صفر باشه. ایکس هم اعدادی باشه که زیر رادیکال مثبت یا صفر باشه، منفی نباشه. پس من یک منهای ایکس رو بزرگتر مساوی صفر قرار میدم. منفی ایکس میره اونور میشه مثبت x کوچکتر مساوی 1، یعنی x های کوچکتر مساوی 1. حالا مثلا میخوام دامنه f رو بنویسم، اینجوری مینویسم دامنه f برابر است با x هایی که x هامون کوچکتر مساوی 1 هم. کوچکتر مساوی 1 هم. درجه بردم توی چند ضابطه یا با هاتون صحبت میکنم لذت میبرید. اما فرجه فرد باشه، نگاه فرجه 3 باشه، 5 باشه، 7 باشه، چه میدونم 11 باشه، وقتی فرجه فرد باشه اصلا فکر میکنی رادیکال وجود نداره. نگاه کن الان فرجم فرد، سری رادیکال برای به دست آوردن دامنش ها، برای به دست آوردن دامنش رادیکالو با فرجش رو میندازی کنار، ریشه سومه میذاری کنار، چی میمونه؟ 2x به علاوه 1 fx مساوی 2x به علاوه 1، یعنی دامنم آره. دامنه f چیه؟ r. دامنه f چیه؟ r. چند جمله یه دیگه، دو تا یک جمله یه دیگه. نگاه الان فرجم 3، سری رادیکالشو برمیدارم، میگم اف ایکس برابر است با منفی 4 به روی 2 ایکس به علاوه 1، شد کسری، باید دامنه کسری حساب کنم. پس فرجه فرد اصلا رادیکالش برای ما مهم نیست، چون زیر رادیکال میتونه صفر باشه، منفی باشه، مثبت باشه. زوجه که ما خطر رو حس میکنیم برای اعداد منفی. الان شد یه دونه کسری، مخرج و مساوی صفر قرار میدم. 2x علاوه 1 میشه صفر، x میشه منفی 1 دوم. حالا میخوام دامنش رو حساب کنم، دامنه f میشه r منهای منفی 1 دوم. r منهای منفی 1 دوم ریشه مخرج. اینم از این. خب بچه ها رسیدیم به تابع ثابت. تابع ثابت رو خدمتتون درس میدم. تابع همانی که خواستیم درس بدیم، یه استراحت میکنیم بین تابع ثابت و همانی، بعدش ایشالله همانی و چند ثابته یا میگم که یه فاصله ای افتاده باشیم. تابع ثابت چی؟ بچه ها تابع ثابت تابعی است
که به هر عضو از دامنش فقط یک عدد مشخص و ثابت را نسبت میده. بهتر بخوام بهتون بگم، تابع ثابت تابعیه که بردش فقط یک عضو داره. ببین ایکست هر چی میخواد باشه، یعنی دامنتون آره، بردتون یک عضو داره. اون یک عضو چیه؟ ما با کا نمایشش میدیم. اف ایکس برابر است با کا. حالا دقت کن یه مثال بزنم اینجا رو داشته باش. مثال اول نمودار ون رو نگاه کن. ایگرگ من 7 منفی 9 8 4 3 همش 6ه. ببین من بخوام به صورت زوج مرتب نمایش بدم 7 و 6 میبینی؟ بعدی منفی 9 و 6، بعدی 8 و 6، همشون ایگرگشون ثابته. یعنی ایگرگ شما برد شما فقط یک عضو داره، ایگرگت باید ثابت بمونه. من وقتی بخوام تابع همانی رو رسم کنم، مثلا به من میگه اف ایکس مساوی منفی 2 رو رسم کن، همونطور که میبینید ثابتش از یه عدد ساخته شده ها، یه خط از روی منفی 2 موازی محور ایکس رو رسم میکنم. اگر اینجا به من میگه اف ایکس برابر است با 6، حالا به صورت نقطه نقطه نه، به صورت نقطه نقطه نه، اف ایکس مساوی 6 رو رسم کن، از روی عدد 6 یک خط موازی محور ایکس ها رسم میکنم. تو این حالا که نقطه نقطه است دیگه، ایکس هم 7 دیگه، گم 6، ایکس هم منفی 9 6، نقطه 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 کنار هم قرار میگم. ببین حالا بخوام حالتش رو به صورت شماتیک بگم اینجوریه، اینجا ایگرگ من 6ه، اینجوریه نقاط. پس یادت باشه چه نقطه‌ای باشه چه خطی باشه، موازی محور ایکس هاست. موازی محور ایکس هاست شیبش برابر چنده؟ صفره. خطی که موازی محور ایکس ها باشه شیبش صفره. پس سه تا نکته، بردش فقط از یک عضو ساخته شده، رسمش موازی محور ایکس هاست، و نکته مهمش اینه ایکس هاتون هر چی که هست باشه، ایگرگتون یه دونه است، یه دونه یه دونه، این ایگرگاتون باید تکراری باشه. مثال اگر اف تابعی ثابت باشد، میانگین آ و بی و سی را به دست آورد. ببین گفته تابع ثابته، پس من با ایکساش فعلا کاری ندارم، همه ایکساش عدده، با ایگرگاش کار دارم. ایگرگ چنده؟ 9. پس سه آ هم باید 9 باشه، بی به علاوه 1 هم باید 9 باشه، دو سی منهای 3 هم باید 9 باشه. ایگرگت باید تکراری باشه، باید یه دونه ایگرگ داشته باشی تو تابع ثابت. پس من میگم چون یه دونه از ایگرگام 9ه، همشون باید 9 باشن. 3a 9 باشه، b به علاوه 1 9 باشه، 2c منهای 3 هم 9 باشه. آقا 3a مساوی 9 باشه، 9 تقسیم بر 3 میشه 3a میشه 3، 1 میبرم اون ور، 9 منهای 1 میشه 8، پس b میشه 8. اینو ببرم اون ور، دو سی میشه 9 به علاوه 3 12، طرف این تقسیم بر 2 سی میشه 6. سوال ازم چی رو خواسته؟ میانگین آ و بی و سی، یعنی با هم جمع کن تقسیم بر 3 کن. 3 8 6 رو باید با هم جمع کنم، تقسیم بر 3 کنم، 3 و 8 11، 11 و 6 17. میانگین من ایکس بار من برابر میشه با 17 سوم. به همین راحتی. ببینیم در ادامه بازم مثال و تست چیا داریم. تست کنکور رو هم میخوایم انشالله بررسی کنیم، کنکور 98. دقت کن اگر F تمرین کتاب درسیه، ببین همین تمرین کتاب درسی مشابهش میاد میشه سوال کنکور سراسری 98. اگر F یک تابع ثابت با دامنه دو عضوی باشد، دامنتون دو عضو داره، تابعتون هم ثابته، من دو تا شرط دارم. اولا تابع من باید ثابت باشه، دوما دامنه من باید دو عضوی باشه. بریم تابع قرار ثابت باشه، x و y رو مشخص کنیم، x y x y x y تابع ثابت، یعنی y‌هاش تکراریه. وقتی یه دونه از y‌های من 3، یعنی اینم 3 اینم 3، یعنی t برابر است با 3، n به توان 2 منهای 2 n برابر است با 3، درسته؟ تابع ثابت دیگه، یک تکراریه. 3 رو میارم این ور، n به توان 2 منهای 2 n منهای 3 برابر است با 0. n رو دارم، دو عدد میخوام جمعش منفی 2 ضربش منفی 3 باشه، منفی 3 و مثبت 1 جمعش منفی 2 ضربش منفی 3. اگر n منهای 3 رو بذارم 0، n میشه 3. اگر n به علاوه 1 رو بذارم 0، n میشه منفی 1. خود سوال گفته ام و ان عضو مجموع اعداد طبیعی، یعنی منفی 1 قبول نیست، 3 قبوله. حالا میام جایگزین میکنم. ببین f برابر است و زوج مرتب های منفی 1، به جای n میذارم 3، 3 به توان 2 9، منفی 2 ضرب در 3 منفی 6، 9 منهای 6 3، منفی 1 و 3 دیگه.
ام منهای 4 و 3 اینو کاری ندارم دیگه. ام به علاوه 3 به جای ان گذاشتم 3، تی هم چنده؟ 3. ام به علاوه 3 و 3. حالا داشته باش آقا جان، تو این بحثایی که ما داریم چه اتفاقی رخ داده؟ سوال گفته امو به دست بیاریم. باش. گفته دامنه باید دو عضوی باشه. دامنه باید دو عضو داشته باشه. یعنی ببین ما الان 1، 2، 3 دامنمون 3 عضو داره. یعنی یکیش باید تکراری باشه. یعنی ببین مثلا دو تاشون منفی 1 باشن، یکیشون یه مقدار متفاوت باشه که دامنه دو عضوی باشه. نگاه الان دامنه شما 3 عضو داره. یعنی یکیش قطعاً تکراریه. یا منفی 1 و ام منهای 4 با هم برابرن، یعنی ام منهای 4 میشه منفی 1، یا ام به علاوه 3 و منفی 1 با هم برابرن، یعنی ام به علاوه 3 میشه منفی 1. منفی 4 بیاد اونم میشه مثبت 4. منفی 1 به علاوه 4 میشه 3. من 3 بیاد اونم میشه منفی 3. منفی 1 منهای 3 میشه منفی 4. ام هم عضو مجموع اعداد طبیعیه، پس ام مساوی منفی 4 غلطه، ام مساوی 3. حواستون باشه به این مدل سوالات. تست 4، اگر جی ایکس برابر باشه با آی منهای 2 در ایکس به توان 2 به علاوه 2 بی به علاوه 1 در ایکس به علاوه 3، تابع ثابت باشه. بچه ها تابع ثابت گفتم تابعیه که بردش یک عضو داره، ثابتش مساوی عدده، فقط باید عدد باشه، یعنی نه ایکس باشه، نه ایکس به توان 2 باشه، نه هیچ چیز دیگه ای. یعنی تابع ثابت، الان ببین جی ایکس مساوی فلان فلان فلان، عدد شما مثبت 3، یعنی ایکس به توان 2 باید بره کنار، ایکس باید بره کنار. چجوری آقا قرار اینو بره کنار؟ خیلی راحت، ایکس به توان 2 مگه قرار نیست بره کنار؟ پس ضریب ایکس به توان 2 رو میذارم 0 که از بین بره. آی منهای 2 میشه 0، پس آ میشه 2. مگه گفتم ایکس داره تابع ثابت؟ نه، گفتم ایکس نداره، پس ضریب ایکس رو میذارم 0 که ایکس هم بره کنار، یعنی 2 بی به علاوه 1 برابر است با 0. 1 میره اونور میشه منفی 1، طرفین رو تقسیم بر 2 میکنیم، بی میشه منفی 1 دوم، پس آ میشه 2، بی میشه منفی 1 دوم. حالا گفته آ و بی رو در هم ضرب کن، 2 رو ضرب در منفی 1 دوم کن، 2 2 با هم میره، جواب آخر میشه منفی 1. یعنی کدوم گزینه؟ گزینه شماره 2. تست قشنگی بودش. پس وقتی میگه تابعتون ثابته، یعنی فقط عدد باشه، ایکس نباشه، ایکس به توان 2 نباشه، همه رو باید ضریباش رو صفر کنی از بین برن. تست 5 رو دقت کنید ببینید چی گفته. تست 5 تست کنکور هستش. گفته اگر 4 و 3 ام به علاوه 2 دو n منهای 5 و t m و 8 3 و n به توان 2 منهای n، یک تابع می‌بینی شکلش هم شبیه تمرین کتابه، یک تابع ثابت سه عضوی باشن. اولا تابع ثابت یعنی همه ایگرگاش برابرن، سه عضوی باشن یعنی ما اینجا 4 تا زوج مرتب داریم، باید 4 تا زوج مرتب، دو تا زوج مرتب عین هم باشن که بشه چند تا عضو؟ سه عضوی باشن. حالا بریم، اولا من برم سراغ ایگرگاش. این ایگرگشه، این ایگرگشه، این ایگرگشه، این هم ایگرگشه. بریم ان به توان 2 منهای 2 ان رو باید بذارم 8، تی رو باید بذارم 8 چون خودش گفته تابع ثابته، 3 ام به علاوه 2 رو هم باید بذارم چند؟ 8. 3 ام به علاوه 2 رو بذارم 8، تی که 8 هیچ، 3 ام 2 رو میبرم اون بر 8 منهای 2 میشه 6، طرفین رو تقسیم بر 3 میکنم، ام میشه 6 سوم یا 2. 8 رو میارم اینور، n به توان 2 منهای 2 n منهای 8 مساوی است با 0. خب معادله درجه 2 شد، یعنی دو تا n دارم. اینجا که نیومده خودش مثل قبلیه بگه m و n عضو مجموع اعداد طبیعی، پس هر کدوم از n ها میتونه درست باشه. باید چی کار کنم؟ بیام n ها رو تو گزینه ها جایگزین کنم، ببینم کدومش باعث میشه که من 3 تا زوج مرتب داشته باشم، کدومش 4 تا. توی f باید جایگزین کنم، ولی من میگم این کارو نکن، صبر کن نگاه کن. خب جمله مشترک، جمله مشترک n، دو عدد میخوام جمعش منفی 2 ضربش منفی 8، منفی 4 و مثبت 2، منفی 4 و مثبت 2. اگر n منهای 4 رو بذارم 0، n برابر میشه با 4. اگر n به علاوه 2 رو بذارم 0، n برابر میشه با منفی 2. یه دونش قبوله، یه دونش قبول نیست، باید بیای جایگزین کنی، کلی زمان میبره. نگاه کن سوال چی خواسته. گفته n به علاوه n به علاوه t رو به دست بیار. خب امو که دارم 2، t رو که دارم 8، یا منفی 2 قبوله یا 4، بیا بذار ببین تو کدوم گزینه هستش. اگر n رو بذارم منفی 2،
جواب من نگاه منفی دو با دو میره، جواب من میشه 8. 8 تو گزینه ها نیست، پس 4 قبوله. 2m8t4n جمعش کنیم، 8 و 4 12 و 2 14. چه جالب، گزینه 4 14. برام راحتی، یه تست کنکورم خودش میدونستش که یه جاهای کمکت کنه تو تستا، ما دستمون یکم چیه باسره. خب خدا قوت، پارت اول تموم شد. پارت دوممون به دلیل اهمیتی که داره بحث تابع همانی و چند ضابطه‌ای یه استراحت می‌کنیم، پر انرژی برمیگردیم، تابع همانی رو می‌گیم و سری وارد چند ضابطه‌ای و 4 تیپ مختلف سوال می‌شیم، دوباره استراحت می‌کنیم تا تابع پلکانی و این حرفا. خسته نباشید.